دوست عزیزم سلام عرض میکنم، شفیع عیار هستم. امروز 16 سپتامبر سال 2023 میلادی است. باز هم ما برای یک ساعت امروز در خدمت شما هستم پیش از برنامه اصلی. امیدوار هستم که یک روز خوب برای همه ما شما باشن. منظورم از برنامه زندگی است که تبادل نظر کنیم، ما از شما، شما از ما چیزایی را که دار یاد بگیریم. در برنامه ما همیشه ما میگم که اگر یک روز ما برای افغانستان یک راه حل پیدا کرده باشیم، از طریق تفنگ نمی باشه، از طریق جنگ نمی باشه، از طریق تفاهم می باشه. تفاهم ایجاب میکنه دسکشن یا بحث معقول، منطقی و عادلانه. متاسفانه در کشور ما بحث عادلانه بسیار کم است، به خاطر از اینکه معلومات میخواید، طریق بحث میخواید، ابراز نظر. ما از پیش یک سلسله چیزها را قبول کردیم یا سر ما قبولانده شده. اونمو را ما فکر میکنیم که اصل گپای دنیای نمی است. از امو هیچ، از امو چوکات بیرو شده نمیتانیم. ما را در یک چوکات همی اسب گادی را آینک مندازن که در مورای که میخواین در مورا بره. ما را در واقع اونمو ترکلان کردن. حالا که اگر دنیا در کجا رسیده، ما نوزه در 1400 سال قبل بند مانده ایم، شطنک زده میریم. بهتر است که آیسته آیسته به خود اجازه بدیم، جرأت کنیم، گپ بزنیم و بشنویم از دیگرا، استدلال بکنیم. اینمی یگانه راست. ضرور نیست که کلگی ما گپای ما حتما صحیح باشه، امکان نداره، اما میتونیم که گپای یکی دیگه خود بشنویم و آیسته آیسته نظرات ما شبیه میشه وقتی که بشنویم. همین دو دانه گوش در افغانستان کمتر استفاده میشه نسبت به یک دانه زبان. بنان بیاییم که بشنویم و بشنوانیم. البته ما امروز از قرآن، از سوره زمر آیت 42 رو برای شما میخوانم. سوره زمر چپتر 39 ما باشم. چپتر 39 هستن. ما امیره میخوانم، امی به حساب مایه گپای امروز ما باشه. چپتر 39، ببخشین یک دقیقه، سوره پیشتر، چپتر زمر آیت 42. این بسیار جالب است به خاطر از اینکه یک تعداد کسا سر علمی بودن قرآن دعوا دارن. آیت 42: خدا روح انسانها را موقع مرگ میگیرد، یعنی که مرگ ما به دست خداست. نظر به قرآن، خدا روح انسان‌ها را در انگام مرگ می‌گیره. بسیار خوب، قبول. و امین طور در خواب روح کسی را که نمرده می‌گیرد. این جالبه. روح کسی را که مرده می‌گیره خدا یا انگام مرگش است، او را می‌گیره که یعنی بمره. اما شما که خواب بشین، روح شما را می‌گیره، یعنی شما را قبض روح می‌کنه، غیر مستقیم شما را میکشه. و روح کسی را که موقع مرگش شدن نگاه میدارد و روح کسی را که شبانه میگیره، اگر کدامتایش وقتش پوره شده، او را دیگر روحش پس در جانش نمیره، میمانه که همتا در مخو بمره. و روح کسی را که مرگش نرسیده، تا مدت معین به جسم او پس میفرستد. روح کسی را که وقت مرگش نشده، باز پس در بدنش رایی میکنه تا مدت معینه. در این کار نشانه های برای افرادی که فکر میکنن وجود دارد. برای افرادی که میگه فکر میکنن، نشانه ها وجود دارد. او افراد کی هستن که فکر میکنن؟ من یکی از او افراد هستم که فکر میکنم، اما در هیچ نشانه نیست. در این با من هیچ نشانه نیست. برای چی؟ مگر روح یک کسی را که انگام مرگش شده خدا میگیره، خب بسیار قبول. اما دیگرهایتان هم که خو میشین،
روح کلتان میگیره. در واقع ما کل ما در انگام خو میمیریم. باز روح کسایی را که وقت مرگشان شده او را دیگه ایش پس رایی نمیکنه، در اونجا نگاه میکنش، و روح کسایی که وقت مرگش نشده او را پس در بدنش رایی میکنه که بیدارش. یعنی به این مانا که یه ما شما شب چندین دفعه میمیریم، نه یکان نفر که خواه داره که ترکایی یک خور میزنه بیدار میشه، ایره پس رویش میته که بیدار شه، اگه نه خب بیدار نمیشه، باز پس خواه رفت رویش میگیره. شب تا صبح تو در خواه استی، خدا که تو بازی داره، رویت میگیره تو مردی، باز رویت پس میمانه، قبض رو باز رو پس. حالا چرا؟ حالا چرا او خدا تو خدای قدر به تکلیف ساختی که در اوجه قرارش چی جان ازیره بگی جان ازوره جان ازوره جان؟ یعنی به این مانا که هر انسان در زندگی خود میلیون ها بار میمره، یک بار نمیمره، بازم او دفعه آخر که میمره مردن آخریست. اینی ساینس قرآن است. اینا قبول کردن که قرآن ساینس است و قرآن تمام علوم و اساس قرآن است. از جمله شما این سعی کنین این از زمی که در یک گپ غلط در دنیا نیست. ما یک رفیق داشتم در زندان پلچرخی که بودیم، یک دفعه یک نفر یک گپ بسیار بیمانا میزد که بیخی غلط بود. باز اون میگفت که البته میفهمی بدر، یا گپ دیگه شی بود که میگفت بهترین یک گپ چتی، اینمی بهترین یک گپ چتی است که خدا روی شما رنگام مرگ میگیره، باز وقتی که خوام هستین میگیره، باز کسایتان که دوال وقتتان پوره شده او را دیگه ایش رو را رایی نمیکنه، تا موجه شتی منتظر میموری، و اگه وقتش پوره نشده باز پس که بیدار میشی، اما رو را پس میتید که تو بیدار شوی. یعنی به این معنی که مرگ او چیزی که ساینس میگه نیست. در مرگ قلب استاد میشه، مغز از کار میفته، جریان خون استاد میشه، تنفس استاد میشه، اما وقتی که خواب هستی خو تو کل از چیزها را داری، حتی فکر کنه میتانی در خواب میبینی چیزایی که روزکی اتفاق افتیده یا قبلا اتفاق افتیده. مانایش ایست که مغزت متحرکه، قلبت کار میتن، نفس میکشی، سرکولیشن خونت وجود داره، کلش وجود داره، نموردی. اما از نقطه نظر یک کتاب تو موردی شو سر. اینال این را که میگی ای برادرهای مسلمان باید برازی یک تحویل و تفسیر پیدا کنن. نه اترسته، نه اترسته. این حالا دیگه شما فکر میکنین که همیه میگه اولا نه غلط هسته، میگه به هیچ وجه، هیچ وجه یا اتنیست که را قبول کنن، یا همیه این که نه او مرگ خود رکایی نیست، نه خود بازی تو مانا داره، نه خود تو عربی نمیفهمی، نه خود سمرات باز نکتر مانا میته، سمرات میوه مانا نمیته، مانای کلمات باید تغییر بزن. چیزاره ایواز از این که یک کار کنن که بگن والا راستی همی غلط همی 14 سال پیش مردم بیچاره نمی فهمید همی غلط هم او را نمی کنن. 100,000 دروغ میگن تا یه دروغ اولی را اینا پنهان کنن. به هر حال شما میتونین در سر از این امروز گپ بزنین. کل خبیس تو چی میگی؟ های کرم بکلت خودت خیلی خر آدم بده تو، خیلی کسیف بده تو، تو آدم نمیشی؟ اسمتان؟ اسم ما شیخ وارد. اسم پدرتان؟ اسم پدر ما شیخ بابت. خب بابه ما دو سه بچه بیریش داشت، رکمو گفته بوده که ازمو یکی شدمی امو بوده. اما دوست عزیزم کوشش کن که گپ یاد بگیری، کارهایی را که محمد کده و مسلمان ها او را نکو، دو زدن خوب نیست. تو این همی جال آمدی قرآن خواندی؟ قرآن خواندی؟ نه نخواندی. نه چی را میفهمی؟ ای چیز نمیفهمی غیر اونمی که کیرت در دستت بگیری و در دانت کنی، دیگه ای چیز نیست، دیگه ای چیز در زندگی نداری. این همی حال کیرت و دانت یک جای است، ای کیرم ای کیرم، امور باند در تنبانت گپ ده. کدام گپ داری؟ گپ داری؟ نداری نه؟ اکل چی میگه میتا؟ اکل
میمانم تا که بری خون ای دو زدن غیر از ای که شما چشم محمد سرمه کنین دیگه هیچ کدام کار دیگه ندارین. تو که با ما دو بزنی تو مرا تشریح نمی کنی، کل کدام دشنام هم نیسته، ای کل سعیسته. اگر تو به او خدا باور داری که ما را خلق کرده، خود تو دستر از او خنده کو که چرا مرا کل ساخته، یا شاید کدام منظور داشته که کل ساخته، ولی ای کدام دشنام نیسته که تو با ما دشنام بتی. ایواز از او بیا با منطق حال خود. تو خود در عمر کتاب نخوندی، قرآن نخوندی، اوکل اوکل او را بان در مقات شما آدم های فامیده است. بیاین حالا سر سوره زمر آیت 42 گپ میزنیم که مردن یعنی چی. شما خود میگین که کتاب تمام ساینس دنیا در امی هست، انشتاین هم قرآن خوانده بود اگر نه او فرمولای خود جور نمیکد. حالا بیاین قرآن، من از روی قرآن براتان میگم. خود تو خود معاف هستی، تو را خیرم و منظورم تو نیستی، تو هم مکلی تو قات پاید یا تو یک آدم کلوله هستی، ترکایی گرد کلیت هوردی در قات پاید که گفت که میزنیم قات پاید میده کلیت تو را میمانم اموجا مصروف شکت قات پاید امروز. روی خط هستین دوست هستین؟ سلام علیک جناب ارسان، خوب هستین؟ سلام باشه ما دوست هستین، خوب هستین؟ بفرمایین. سلامت باشین. من اگرچه بحث امروزتان نمیخوایم در این سوال داشته باشم، اما از خودتان یک سوال دارم و خواهش میکنم که امیر برمت جواب بدین. خوبی ما مسلمان هستین، ما در هم شک من ندارم، اما شما خداوند رو میپرستین؟ امی سوال ما شاید 1,000,000 دفعه تا حال جواب داده باشم. 1,000,001 حسابش کنن و مردم افغانستان. امی جهان ما فکر میکنم که بدون یک خالق پیدا نشده. ما همه تو فکر میکنم، عقل ما همه تو فکر میکنه که این دنیا یک خداوند داره، یک خالق داره. مگر آیا خالق اونمو خالق است که دو کعبه در زیر از کلای قرقلی پتش کردن مو شما پتش میگردیم؟ نه، ما با اونو باور ندارم. اما بدون شک که یک خداوند در دنیا هست، یک چیز هست بالاتر از ما کمون ما خداوند. امشالله که جواب گرفته باشین. سلامت باشین، قربانتان، خدا حافظ. سلام آقای آیا، حالا کنن جور صد من در سرحال باشین. سلامت دوست عزیزم، خوب هستم، بفرماین. آقای آیا، ما از شما یک خواهش داشتم. هر انسان، هر دین، هر مذهب، هر انسان یک خوب و بد داره. یک نفر من دو دشنام میتم ایره مثلا چی به مثلا به رهبر اسلام، یا مثلا اگه سوی می یک کار خراب میکنه یا خوب میکنه او را چی به حضرت عیسی که انسان مثلا حضرت عیسی را دو دشنام بتن. خب اما نفر پیشتر مثلا دو زد دشنام اشتباه کرد. من می به مثلا رهبر اسلام اونا اخلاقشان دگهشان که اگه آدم مطالعه کنم، یعنی بهش عزیز که آدم فکر کنم. من هم گب سر ازی آمد که گب سر مثلا شما میگین قرآن شریف و آیه زمر و که انسان میمیره و این حالا هر امی چیز که آمده در قرآن ای منظورش دیگه قسم است. مثلا شما اگر ای را تفسیر کنین، اگر شما ای را بخونین تفسیر کنین به مو جوابتان میگیرین دیگه. یا مثلا شما نمیجه هستین اتمی امیر میفهمین، شما بگوین که امی آیت خیلی چی مانا داره که انسان ها در شواکی میمرن، باز کسایش که وقتش پوره شده رویش نمیتن، وقتی که کسایی که وقتش پوره شده نمیتن. یعنی به این معنی که هر شب ما چندین بار میمیریم. مثلا من شب 3 دفعه 4 دفعه بیدار میشم، هر دفعه ما مردیم پس بیدار شدیم. یعنی شما تفسیر از این رقم میکنین. اطلاس آقای، وقتی که انسان خواب میشه، وقتی که خواب میکنه،
امی انسان روحش ازش میره، او روحش میره فقط جسدش میمونه. اونمو مثلا شو در خواب امت یک اتفاق مفته انسان وقتی که پس میره آدم چی میشه؟ مثلا یک آدم مرد، جان مامد امشب مرد، جان مامد که میمره چی میشه؟ قلبش استاد میشه، تنفس دیگه کشیده نمیتونه، مغزش دیگه کار نمیکنه، سرکولیشن خونش از بین میره. مرگ یک مانا داره، مرگ دیگه چیز دیگه نیست که خوش مرگ باشه. خو و مرگ فرق داره. اینال یک آدمی که میمره قلبش استاد میشه، نفس کشیده نمیتونه، مغزش از حرکت میفته، سرکولیشن خونش از بین میره، حداقل چهار کار اتفاق میفته. وقتی که شما خو میشین، خود دیشب خو شدی، خدا ناکرده قلبت استاد شد، آیا سرکولیشن خونت ماند، از نفس ماندی؟ نه. بنابراین امین مانا نداره این گپی که خودت میزنی که روحش میره. روح چی است؟ روح وقت میمیری میگن روحت میگیره، از حرکت دیگه میمونی، نه چشمت آواز نمیتونی، نفس کشیده نمیتونی، قلبت امین کار اتفاق میفته در خو. اطلاس آقای یار، مثلا از دید ساینس همه یک چیز است، مثلا از دیده که میاد بیدیم، از دید خودت چطوره؟ ما از دید ساینس ها بلاده، پس از دید خودت چطور است؟ از دید ما تا یک پس آقای یار، وقتی که خداوند خالق است، وقتی که انسان مثلا از یک آب گندیده که مثلا پیدا کرده، یا آب گندیده رو اوجا میمونیم، آب گندیده رو نرم، آب صاف. آب صاف که یک آدم که شو خو میشه میمیره یا نه؟ انسان وقتی که نمیمیره روحش از وجودش میره، وقتی خو میشی روحن میره، مگر می که تو نمیمیری. وقتی که یک آدم میمیره، باشین، وقتی که یک آدم میمیره چی میشه؟ روحش میره یا میباشه؟ نه، انسان که میره بس قلبش استاد میشه، مغزش از کار میمونه، روحش میره. روحش میره. وقتی که روح میره، در یک حالت وقتی که روح میره که میموری، خب قلبت استاد میشه، تنفس کردن کل یپا میشه، اما هر شب قلبت کار میتن، فکرت کار میتن، تمام چیزای کار میتن، بنابراین تو نمیمیری. اما روح در دو حالت میگه میره. خیر روح چی است که از جان ما میره؟ در خواب. حالا خودت دمی سر چوکیشتی همه یک پینکی میری، روحت میره از پیشت؟ بدون روح میگوشی؟ نه، شاو منظور که در قرآن آمده، یعنی شاو شما را یعنی میمیرین و روز زنده میشین. سلامت سلامت. روی خط سین دوست عزیزم، روی خط. السلام علیکم آقای شفیعیار گرامی. سلام پاریس صاحب گرامی، چطور هستین؟ جور بخیر؟ الحمدلله شکر، فضل خدا، خودتون خوب هستین؟ بخیر هستین؟ شکر که خوب هستی پاریس صاحب. شکر است الحمدلله، تشکر که بالا آوردین، دلین گرفتین. شکر که دنیا کمبود شما را نداره، چقدر دنیا با برکت است با شما پاریس صاحب گرامی. نمیدانم که طنز کردی یا که دعا دادی، خب به هر حال پیش می رویم. نه، من دعا دارم پاریس، خودت نباشی برکت از دنیا میره. خب آقای شفیعیار، شما آیت 42 از زمر تفسیر کردیم، درست است؟ نه کردیم، مانا کردیم. نه، اما ترجمه یا معنا شما مانام نکردیم، مانا از روی خط برای شما خواندم. من نه تفسیر یاد دارم نه ترجمه یاد دارم، من از روی خط برای شما خواندم. خب بسیار خوب، بسیار خوب، سلامت باشین. مرا که دو خیر دادین، من میگم سلامت باشین، برای کسی که دوستان داره زنده باشین. گپ همیسته که آقای عیار، جناب گرامی، وقتی که ما یک متن میخوانیم، یک به یک زبانی که میخوانیم، ما باید به با اون زبان تسلط داشته باشیم. فعلا همی متن تسلط دارین؟ یعنی دقیقا من شما فعلا شما در مورد سوال هستین، من نیستم. مگه از کسی من میخواد سوال کنه در لایفم بیایه، دو به دو بشینیم گپ بزنیم، هر سوالی که داره مطرح میکنم. برای اوسانی سر من یک سوال کوچک دارم از خودتون، میبخشین؟ نه، ایجا خودت آمدی گفتی که یک چیزی را که میخوانی باید به لسان تسلط داشته باشی، خودت هم قاریستی، بله. تسلط داری، بگو که ما بفهمیم. در غیر از اون من نمیمانم تو از من سوال کنی، بگو اینا ما آیت خوانیم. تو یک دقیقه، من یک سوال کوچک دارم آقای شفیع عیار، دوست گرامی، سوال کوچک. خب ایجا اوسانه سرمنگسک جای نیست، پس هم اگه خواستی میارمت،
مگه تنها در سر از اینمی تو بگو که ما اگه غلط میکنیم. ما این از سوره زمر از روی خط براتان خواندم که روح انسان ها را دنگام شب مرگ میگیریم، وقتی که وقتش پورش را نمیتیمش، کسایی که دنگام شب هم خومشن رویشان را میگیریم. قاری سب تو دیجه بر سوال نیا، تو عالم دین هستی، حالا تو اینمی کتاب عالمش هستی مرا میگه که تو یاد نداری، حالا تو بیا میره با ما بگو قاری سب. ما سوال میکنم، سوال تبان بیایی چه قاریستی تو جواب بده. اگر پس بود میگیرم تا، اگر دیجا دیدم تا پس میگیرم، مگر فقط که برای اونمو اگر دیگه گب زدی باز پس میمانم تا، یعنی اتو نیست که پس باز دفعه دیگه چانس بتونم پس اینم میگیرم تا، اما تنها در سرمو گب قاریست بفرمایی نمیش. ما قاری نیستم ایار سب، سلام وقت شما. ما میخوایم از شما یک پرسش داشته باشم. پروردگار زمین و آسمان ها یک 1400 سال قبل چگونه با پیامبر گرامیش شخصیت مانند شما را در قرآن عظیم شان به معرفی گرفته؟ ایره پاسخ بتین بر ما. یعنی سوال ما ای است ایار صاحب، که خداوند منان در قرآن عظیم شان 1400 سال قبل چگونه اشخاص مانند شما را در ده ها جای مثال داده و به معرفی گرفته، و اونجا سریعا گفته کسانی هستند که آیات ما را رد میکنند، به تمسخر میگیرن و نفی میکنن، هرگز ابدا نمیپذیرن. چطور پروردگار آنقدر روانشناسانه توسط پیامبرش به بشریت شخصیت های مثل شما را به معرفی گرفته؟ ایره پاسخ بدیم. بسیار خوب برای شما توضیح میتم. محمد وقتی که میامد مردم ها میگفت که خداوند اینی آیت برای ما آورد، به طور مثال آیت می آمد که دیگه تو بر زنا مهریه ایت نته، بر تو مفت است، دیگر هم مهریه میده تو نته. این حال مردم می گفت خداوند تو کی هست؟ ای کی هست که بر تو می گه حالا بیار، حالا بیار امیر، بیار در کتاب امیر، بیار در ورق، یا دقل می سواد خانده نیادت بتا. بازو می گفت که خداوند ارائی نمی فرمایه که آدم های مثل شما ضعف است، شما هیچ وقت اصلاح نمیشین، ما تنها وظیفه دارم که گپ خداوند بیارم. این حال اینی بعد از 1400 سال در کله یک آدم مثل خودتی بسیار منطق بزرگ داره که 1400 سال پیش تو فهمیده بود که انسان های پیدا میشه که قرآن رد میکنه. بسیار انسان هاست که نمی کتاب برای خودتان، اگر می کتاب بتیم به نام کتاب یهودا کمی را بخوانی خنده میکنی، رد میکنی. اما از خورترکی چون ما و شما را شستشوی مغزی کردن، وقتی که میخوانیم به نظر ما غلط نمه. یه جده ای کتاب که غلطی است که توبه آجت نیست که خدا مرا ایره بفهمه. باز خدا چطور نمیفهمه؟ یعنی خودت متعجب میشی که خدا فهمیده که یک زمان کسای میباشه که گپا را قبول نکنه؟ ولی خدا زگه باید بفهمه. اما یه گپا محمد تا که مرد غیر از امو 4-5 نفر خودش دیگه یک نفر امرایش نبود. امو عطا امو زید را که زنش بیچاره را گرفت پیش چشمش چپکت، امو بچه خاندهش، امو را منه در قرآن آیت آوردال. امو آیت کی نمیفهمید که امی غلط است که ارائی نما گفتیم که زن بچه خانده زنت نگاه کن نکدی آمدم خیش جای آمد کتش امو رابطه را برقرار کردم. حالا او را کی نمیفهمید که غلطه؟ کل عربا گفتن که خیانته. این حال خود آمدی که چطور خدا میفهمید؟ ملمدار خدا میفهمید. اما ده ای کتاب بسیار اشتباهات، بسیار غلطی هست. اگر خودت میره به دقت بخونی، شعور انسانی تا اجازه بدی، خودت هم این غلطی ها را متوجه میشی. ما خوشبختانه ایار سبیره به زبان فارسی میخوانم، و از زمانی که عمیقا به زبان فارسی قرآن عظیم شان یعنی به ترجمهش میخوانم، ما احساس میکنم که به انسان شدن مبدل شدیم. یعنی قبل از او من میراثی بودم، قبل از او مانند میلیون ها میلیون انسان دیگر ما دین به میراث گرفته بودیم، به میراث. ولی
ولی ولی اجازه بتین، ما عمیقا عمیقا مراجعه کردم به قرآن زمانی که آغاز کردم از صفحه اولش و آل بار دوم است. ما ایره اگر تازنده باشم ادامه میتم، هر لحظه که ما قرآن ورق میزنم ما احساس میکنم که دنیای از عرف ما میاموزم، دنیای از عرف در قرآن در این قرآن. ببخشین من امیر کوتاه میسازم. عیار صاحب، عیار صاحب اجازه باشه، من یک آدم بسیار معمولی هستم، ادعایی که دیگرها میان ادعا میکنن من از او چیزا نیستم. عیار صاحب گوش کنین، من فقط میخوایم به شما بگویم، من فقط به شما میخوایم بگویم که در این قرآن بجز از اخلاقیات، بجز از راهنمایی، بجز از معرفت، بجز از خودشناسی، بجز از جهانشناسی، بجز از این بزرگ. ما خوشحال هستم دوست عزیزم که تو چیزای خوب دیدی، اما می یک آدمی که مثل از اینا فهمیده باشه بیایم این سوره زمر آیت 42 را برای ما بخوانم، مانا کنه که امی چی مانا داره. قاری صاحب خود نکد، خودت هم خود یک آدم معمولی گفتی، یک آدم هوشاره که میفهم عالم قال. شما یک آدم هوشار نیست که به امیر بگویه که در وقت مرگ ما چطور در وقت خو میمریم. باز یک آدم شو ده دفعه خو میره بیدار میشه، ده دفعه میمره و پس زنده میشه. امیر بیای بگو، حال ما کدام چیز دیگه از شما نمیخوایم. ما خوش دارم که آدم ها نگوین که ما آدم... شفی عیار با این انداختی باز میگوی قاری صاحب رفت. ما کی رفتم جناب گرامی؟ ما گوازیر هستم. قاری صاحب باشن، خودت هم پیشتر قطع کردم، این حال یک دفعه دیگه گرفتم تا مقصد خودت قطع کردی نه؟ من نگرفتم. برای ما بگو که سوره زمر آیت 42 چی امیره بخوان برم که چی مانا داره. خودت عربی میفهمی، قاری هم هستی که ما بفهمیم، از خودت یاد بگیریم. چاشو ما آیت سوره زمر، آیت زواج زید بن چی زینب بنت جحش همش برات میگم. اگر آشروی کردی پس گلت میکنم دیگه، نمیگیرم. نه نه ما جواب میتم آقای شفیع یار. یک سوال به زبان فارسی دارم ما، بس یک سوال به زبان فارسی خوی دیگه نمیگیرم تا قاری، به خاطر از اینکه یک آدم غولستی. وقتی که دفعه دوم گرفتم تا با میگرفتم که تو بانا کنی برای ما، یا میفهمن که دهی غلطی است، دهی خوما نمیدارم. نه من سوال دارم، تو قاریستی، تو عالم دین استی، تو کل دنیا را درس میتی، حالا تو چرا او بیادر دیگه گفت من خواهی یک آدم معمولی استم نمیتانم؟ حالا تو خادم معمولی نیستی، تو قاریستی. حالا قاری بیا امیره بگو، دو دفعه اینه گرفتم تا دیگه نمیگیرم تا. یا آمده از من سوال میکند. از جواب دادن میترسن کل اگه سوال. تو در عالم دین هستی، قدر هر جای بالا میشینین حلوا خورده میرین و که میاین بیا که من از سوال دارم. من خواهی سوال هایتان جواب میتم، شما جرات کنین جواب بتین. روی خط هستین دوست هستم. سلام با عرض شفیع یار. سلام دوست هستم، خوب هستین؟ تشکر، زنده باشین. من از عربستان سعودی بلنده شما هستم و البته سالهای سال میشه شما را برنامه هایتون را میبینیم، میشنویم. تمام خانواده یک جای دار و هم میشینیم، همیشه از برنامه هایتون لذت میبریم. سلامت باشم. من فقط بگم که واقعا افتخار میکنیم به یک انسانی فهمیده، بسیار هوشیار، بدار، آگاه که سالهای سال شما برای مردم افغانستان خدمت کردین، زحمت کشیدین، با وجودی که مردم افغانستان اقدر عقب مانده افراطی مذهبی هستن که بیخی هیچ. من شخصا به عنوان یک افغانی که در عربستان سعودی تولد شدم، بزرگ شدم، قرآن را خواندم، 6 سال تحفیظ قرآن خواندم در مساجد، ولی
ها متاسفانه هیچ فرق از یک تروریستی که سر کو زندگی کرده، در غارت ها زندگی کرده، از همون طالبی که سالهای سال مردم افغانستان قتل عام کرده، فرقشان بسیار کم است. شعارشان مرگ بر طالب است، اما از باطن از طالب بد. اما شما بین اینها مثل که خداوند شما را فرستاده بین این ملت که این ملت آگاه بسازین، به خاطر که اینا ایش وقت بدار شدنی نیستن. اگر این ملت هوشیار می بودن، ببینن کشورهای اسلامی در جهان زیاد است. اینجا در عربستان سعودی بیاین ببینن خانه خداست، اسلام را تولید کرده. همی افغان ها در سراسر دنیا، در هر جای دنیا که باشن، روزی 5 وقت به سوی کشور سجده می کنن. ببینین پدر من عرب است، مادرم افغان. افغانایی که کلی افغانایی که صدای من میشنم، من افغانستان بی حد و بی اندازه دوست دارم. همین که اکنون دارم به زبان فارسی صحبت میکنم، یک علاقمندی مرا نشان میده با وطنم، به هموطنانم. واقعا دلم میسوزه، به خدا قسم که گریه اینقدر ناراحت میشیدم، از قلب گریه میکردم وقتی که اتفاقات بری به افغانستان رخ میداد. میگفتم خدایا چرا این مردم اینقدر جاهل هستن؟ چرا کورانه دینه قبول میکنن بدون از اینکه یک بار بحث کنن، بخوانن، ببینن، مطالعه کنن؟ افغان ها صدای مرا که میشنوین متاسفانه فقط باورشان به دین از علمشان بیشتر است. اینها فقط عقیده دارن، کورانه دین برایشان میراث مانده. یعنی اینا خودشان انتخاب نکردن. یک دقیقه، شما بسیار گپ خوب زدین قاری صاحبی را گوش کو، این گپ خودتان دیگرایتان. اینا گفتن باور از اینا به گپشان از معلوماتشان کده زیادتر است. یعنی شما به یک چیز ایمان دارین، معلومات ندارین، کوشش هم نمیکنین که معلومات داشته باشین، فقط قسم خوردین که نمی کار میکنیم. اینی آدم در عربستان تولد شده، پدرش عرب، مادرش افغان. اول خمیاله همی صحبت که میکنه از خود ممکنه رساتر صحبت میکنه که در افغانستان کلان شدیم، از بسیاری ما و شما کده احساسشون به اون مملکت، از گپش معلومه که چه آدم با احساسه. یعنی معلومات هم داره، عربی هم میفهمه. شما نیستیم شفی جان عیال، من خاک پای شما نیستیم، سن سالم بسیار خرد است، ولی شما یک افتخار هستین برای تمام ملت. ما به افغان بودنم اگه افتخار میکنم فقط به انسانهای مثل شما، نه به انسانهایی که فرخنده را کشتن، نه به انسانهایی که با شعار الله اکبر امروز اقدر این مردم دور از خوبایشان اقدر خر زیاد داشتیم که امروز تروریست سر ما حاکم است. همون تروریستی که 20 سال این مردم از زد و کند، از بین برد، از سر کوها جنگید، ولی امروز همین ملت است که تروریست از سر کوه پایین کردن و سرشان حاکم ساختن. اگه این ملت بدار می بودن، هوشیار آگاه می بودن، اگر مثل شما فکر می کردن، از این ملت اگر فقط 1000ش مثل شما فکر می کردن 10 سال پیش، امروز 10,000 بودن. اگر 10,000 مثل شما بودن، امروز 1,000,000 بودن. شاید که امروز کشور ما چونین بدبخت، بیچاره، مزدور، غلام نبود. و کشورهای همسایه و منطقه ما فقط همیشه پاکستان هم علامت کرده، یا ایران، 5 میلیون، نزدیک به 5 میلیون از هموطنان ما در ایران، تمام دنیا ما مهاجر داریم، بدبخت داریم، بیچاره داریم. فقط شعار ما اسلام بوده، ولی تمام ما، کل ما از اسلام فراری هستیم، میریم به کشورهای کفر پناه میبریم، از خیرات سر کفار میخوریم، اولادای خود شیر و نان میتیم از امون خیراتی کلاب خانه ها و فاحشه خانه های کفار، ولی باز اونا را کافر خطاب میکنیم. ما از اسلام ما چی دیدیم؟ از مسلمان بودن ما چی دیده؟ چی دیدیم که بریم امی کشورهای کفار؟ اینا فقط میگن ما مسلمان هستیم. در قرآن آمده ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. پس ببخشین، چی گوه میخورن به کشورهای کفار اگر شما واقعا مسلمان هستین؟ پیامبرتان حدیث را گفته، حبه بخشن یادم رفت می دقیقه، من عاشر قوما 40 یوما فهو منهم. پیامبر گفته که اگر شما 40 روز، فقط 40 روز، باید قومی غیر مسلمان یا با هر قومی که زندگی کردین، شما از همون قوم حساب می شوین. اینها را که می بینن خود کور می گیرن، می گن نه ما مسلمان نیستیم، این آیت درست نیست، یا پیامبر چنین نگفته. بله،
فهمیدین؟ به هر حال ما نمیخوایم پر حرفی کنم، فقط افغان هایی که میگم شما به کشوری که پنج وقت سر خم میکنین، آفرین بر محمد، آفرین بر محمد. یک کاری کرد که تمام دنیا را قدر بیعقل و خر و کور بسازه، پنج وقت به سوی کشور سجده کنه، پنج وقت به سوی کشور سرخم کنه، دار و ندارشه، حتی دل جگرشه بفروشه تا اینکه پدر و مادرشه به حج بفرستن. خوش میان به عربستان، واقعا ما خوش هستیم، سرمایه ما، دولت ما، دار و ندار ما را شما بیشتر میکنین، ما هیچ وقتی بند نمیمانیم، بهترین زندگی را داریم. به خدا قسم امیال، ما در خانه زندگی میکنم قصر است، از برکت شماست که عربستان میاین. آفرین، بیاین حج عمره، بیاین، سرتان فرض است، دار و ندارتون اینجا خرج کنین. اگر کشورهایتون برگشتین، باز هم رو ایج وقت ما را فراموش نکنین، به خاطری که خدایتان در کشور ماست، خانه خدایتان در کشور ماست، هم خدا اینجاست، هم شیطان اینجاست، خدا و شیطان همسایه هستن. بیاین پول جمع کنین، یک بار اینجا به عربستان یک سفر داشته باشین، راستی فراموش نشه، هم خدا، هم شیطان، هم دیسکو خانه ها فعلا همسایه هستن. سه چیز همسایه ساختیم که لذتی و لذت ببرین به شکل درستش. یک اجازه بتین پیش از خداحافظی، ما دست مادر شما را میبوسم که خودت ایتا خوب کلان کده، بسیار خوشم آمدک. ما یقین دارم که هموطنان به شمول قاری صاحب، قاری صاحب مرا خو میگه که عربی یاد نداری، این اینی هم عربی، اگر میخواستی که تمی یک جای میکدمت که عربی تم غلطی های تمی گرفت، غلطی های خدا چقدر شما در عربی غلطی میکنین. من این از ترس این نفر در عربستان و هم عربی کل چیز. بین سوره زمر آیت 42 بخوانیم که راستی ما میمریم شبکی، ولی من شب 4-5 دفعه خواه میشم، بیدار میشم، من میمرم هر دفعه. خواه اگر نمیمرم که غلط همی کتاب غلطه، چرا به خود اجازه نمیتی که غلطه غلط بگویی؟ آمدین که ما یک سوال دارم، یا از ما سوال کده میرن، یک سوال جواب داده نمیتونن. روی خط هستین دوست عزیزم. سلام به شما و کسایی که صدای مرا میشنوند. خیلی خوشحال هستم که امروز شما هم صحبت شدم. میخواستم کمی درباره دین نظر خود شخصی خودم بگویم. البته من قبلا نوجوان تر بودم و اینا به دین بیش از حد عادت داشتم، عادت باید بگویم، چون از طفولیت که عادت کرده بودم و بیش از حد عقیده داشتم. بعد از مدت که تیر شد و کلان شدم میرفتم و اینا، بعض اتفاقای در زندگی میفتاد که همشون باعث مردا باعثش بود. بعد پیش خودم فکر کردم چرا مردا اینقدر باعث هستن که زندگی بر ما زنا قید شوه همیشه. و همی باعث شد که من علاقه پیدا کردم که باید دین عربی دیگه نخونم، بیا دریرش رو میکنم، دری میخونم. البته من چندین بار قرآن با ترجمه خوندم و اینا، و خیلی مرا کنفیوز میکرد، گیج میشدم، اصلا نمیفهمیدم چی گفته شده، خیلی جایش رو نمیفهمیدم. بعض جایی بود که گپای خوب گفته شده بود، البته گپای که نسبت به بعض چیزایی بود من دوستشون داشتم، ولی من ایسه یک خانم خیلی حقوق ما رو پایمال کرده بود واقعا، که بعد از او دیگه نسبت به دین خیلی کم باور شدم و اصلا به هیچ دین فعلا باور ندارم. همی که خدای هست همه ما را پیدا کرده و انسانیت آرزوی همه ما باید باشه، همدیگه خود ما باید منعیس یک انسان باید احترام کنیم، برای همدیگه خود محبت کنیم، هیچ وقت به عقاید همدیگه خود خوب نیست تمسخر کنیم، ولی باید علم داشته باشیم. وقتی که کسی از ما یک سوال پرسان میکنه در مقابل او جواب داشته باشیم. من حیث یک خانم اگر مرد ازم پرسان کنه چرا به دین اسلام
به باور شدی من میتونم آیه قرآن برش بکشم و نشان بتم. من حیث یک خانم چطور میتونم یک دین را که حق من همیشه در او پایمال است قبولش کنم، تاکیدش کنم؟ چطور میتونیم زنجیری که در دست و پای ما بسته کردن احترام کنیم؟ چطور میتونیم برای خانم؟ بله بله بله، من کلن من آیه و صفحه و هیچ چیزش بیادم نیست، ولی من قرآن با ترجمه خواندم و جای بود که من اصلا دلم واقعا منعیس یک زن بد شد از اسلام که گفته شده وقتی که خانم را طلاق میده یک مرد بعد از 3 ماه اصلا او خانم اجازه نداره وارد دیگر رابطه شوه، چون باید مشخص شوه که او خانم عامله است یا نیست. بعد از این که مشخص میشه اگر خانم عامله باشه، شوهر از او برش نفقیش میته و بالاخره 9 ماه صبر میکنه که طفل به دنیا بیایه. خانم باید صبر کنه، طفل باید به دنیا بیایه و شوهر حق داره او طفل که خانم بدنش طفل اصلا در اصل بدن یک خانم است، بدن یک مرد نیست، بدن یک خانم ازش میگیره. فقط در صورتی که او فقط در صورتی که او خانم برای او طفل حاضر شوه شیر بده، مثلا ما پول فکر کنم ماه، مثلا ماه شاید هم سال پول بر از او خانم پرداخت میکنه. نه نه او شمیت شوهرش، ولی اولاد باید شیر بده برای شوهر که کلان شه، اولاد از پیش میگیره. برای 2 سال میتونه به اجازه شوهر برای طفل خود شیر بده به اجازه شوهرش. و مثل ازی بسیار چیزهای دیگه است. اما یک سوال از شما کنم، پیش ازی که شما مسلمان بودین و بعدن شما فاصله گرفتین، زندگی شما او وقت آله که میبینین، چون شما تجربه اردوشه دارین، او وقت خوشتر زندگی میکنین یا آله؟ من خیلی مجادله کردم با مردای کشورم که البته با منظورم با قومایم بود، فامیلایم بود که مردا بودن، مردای که خودشان کارهای شیطانی بیش از حد میکردن، ولی کلش میزد در جمع اسلام که دین گفته زن باید کلن در 4 دیواری خانه قلف باشه. حالا خیلی خوش هستم از این که مجادله کردم، خیلی زندگیم بهتر است. من اگر مجادله نمی کردم حالا زیر سلطه یک مرد زندگی شدم. دوست عزیزم بسیار خوش شدم خواهر عزیزم که تو رفتی قرآن خواندی و فامیده فاصله گرفتی، یا فامیده قبول میکردی اردوش بهتر بود، نافامیده رقم قاریسه و قبول کنی درست نیسته. بسیار تشکر از اینکه شما به خود وقت دادین، زحمت کشیدین، اینجا آمدین. روی خط هستین دوست عزیزم. سلام شفی جان، صدقه ام سر کل چم که چه قمرد ما بشیار کدی. سلامت چور باشین، همیال ببینیم دادم پیشانی کل تک ماچ کنم. سلامت باشین دوست عزیزم. حالا مردم میفتن محمد آفتاب دنسب کرده بود خدا و راستی، اگر سیب بیتش اگر دنسب کنه چاخو میگیره در جانش. سیب محمد ندیده بود، محمد سیب ندیده بود، چون سیب نبود. یک خورما اگر خورده باشه و هم از کدام نفر دیگر، محمد میوه و اینا را ندیده بود. دمو چه چی بود و او خسوف و کسوف که آفتاب گرفتگی و ماتاب گرفتگی میشه، یا یک ذره هوشیار بود از دیگران کده گفت بیا ببین که ما ماتاب برد نیم کردیم، بیا ببین که آفتاب نیم کردیم. و سادا فکر میکنن که البته که در خود دروغ های کده میگفتن. بله خوشحال شدم دوست گرامی، خدا حافظ شفی جان. یار ای لب لبو روی خط هستین دوست عزیزم، روی خط هستین. ببخشید اینترنت ضعیفی میکنه. خدا نگهدارنده داره. نه روی خط هستین دوست عزیزم، شما روی خط هستین. امیده کجا رفتی تو که غیر گوگل دیگه چیزا نمیگیره؟
آی دوست ما فکرش نبود که ما گرفته میشه. جالبه قاری میاد دیجا یوازه که بیاد تشریح کنه. من یک سوال دارم، سوال فارسی. خب بیا اینجا ما آیت سوره زمر آیتش خواندیم که شبکی ما و شما میمریم چند دفعه، بیا ایره بگو. حالا شما میگن که قرآن ساینس است. یکان دفعه اینترنت دوستان و ضعیف می باشه، می گیرم اینترنتشان ضعیف است، هی کار نمی ده. و خیلی میش کس دیگه در سر سوره زمر چی نکده که روی خط هستین دوستان. سلام علیکم برادر گرامی. سلام به شما دوستان، خوب هستین؟ بفرمایید. ما یه چند تا سوال دارم، سوال منم از خودت شخص، بعد مرم پایین. همی یک سوال تا اول که اگه باز جای یافتیم برای دیگه سوال ایتان بفرمایید. در نظر کنم برای فعلا ما در نادین اسلام هم نادین کفر فعلا در وسط ماندم، تصمیم هم گرفته نمتنم، در نظر ایک باید چیکار کرد؟ خودت تو فکر نکو که به دین اسلام یا در دین کفر، اصلا خودت به انسانیت فکر کن که چی کنی که یک انسان خوب باشی، به با انسان ها ازت خیر برسه، صدمه نرسه، مردم توهین و تحقیر نکنی و به با یک باور نباشی که او را بزن، او را بکش، زن از او را بگی. این باور نداشته باش. اگه اسلام را میگه نکو، اگه کفرم راجع به انسانیت فکر برای فعلا ما فقط یک خداوند، غیر از خداوند دوم نفر ما نمیشناسم. تمام و تمام هر کسی که بدین صدامون صدا کنه، هر کسی که کف صدامون صدا کنه. برادر ایگرامی خوش آمدین، خداحافظ. خداحافظت. بسیار خوب فکر میکنی. ما خداوند میشناسیم، خداوند بر ما کل ما رو خلق کرد. امی رحمان رحیم که میگه می نمیست، رب العالمین که میگه می نمیست. اینان رب العالمین چطور مرا گفته که برو این دور بکش، او دیگر رو بکش، زنش رو بگه مانش که او رب العالمین نیست، او رب شیطان است. روی خط هستین دوست عزیزم، روی خط هستین دوست عزیزم، ببخشید. روی خط هستین دوست عزیزم. سلام علیکم کفی جان. سلام دوست گرامی، خوب هستین؟ شیال اول صحت عافیت داری؟ فضل خدا، بفرماین. خدا را شکر. حالا تو چرا کافر هستی، مردم دیگر را کافر میکنی؟ من کس را کافر نمیکنم، کافرم نیستم. کافر چی دنیا بزن. نه کافر چی مانا؟ کافر چی مانا؟ این امی دوباره دین چیزای بعد بعد را آدم تشریح کردن، آدم را از دین مبین اسلام کشیدن، این امینا کلش کارهای بد است که شما انجام میدین. باشین از شما یک سوال کنیم. شما در یک جای شما از ما میفرد یک سوال بکنیم. باشین شما محمد در یک جای خودت ششتی از امورا خودم بکن چشمان درست نمیدونم اونجا یک چکوریست. من نزدیک است که اونجا بفتم. امی خودت منعیسی یک انسان چی میگی؟ نمیگی که او بدر چکوریست نرو که مفتی؟ میگی یا نه؟ خدا خو برای دو دانه چشم داده یا نه؟ نه حالا بتانی ببینی نه او گپ انسانیت، گپ انسانیت اگه حرف دیگه است. ما و شما از دین مبین اسلام حرف میزنیم. من میگم نه شما خدا براتون دو دانه چشم داده سایکو. یک دفعه ما این همین جربه است نمیگی شما هم گپ بزنین من هم گپ بزنم خیمه میمونه شما گپ تانه بزنین بار از باز گپ میزنین. خودت یک سوال مرا جواب بده. من گفتم من کور هستم درام میرم کتی اگه آساگک میبینی که در موج یک چخوریز ما مفتم. خودت چی میکنی؟ مرا میگه که نرو که مفتی یا نه؟ حالا کرام کلش هوشیار شدم آزا جب که از خدا داده برای تمره هم امروش طرف طرف که بکنی میبینی که چخوریز پیش روی چخوریز. خودت بسیار اگه آدم هوشیار بودی
از او کده که ما فکر میکنم کنه کورم فکر میکنی که دیده میتانه. بسیار خوب، تشکر. روی خط هستین دوست عزیزم، روی خط هستین، روی خط هستین دوست عزیزم، آیار صاحب نفر کرد مال شما رو چیزی گفت، ما رفتم در لایفش، خودش تاتو زده بود کل جان خدا، هر کار میکنه که زد سلامت با شما رو می دو می زنم. صدا بسیار خراب بود، بسیار ببخشید که مجبور شدم شما رو قطع کنم. این کسایی که یه قدر لای لا لای لا میگه 99%ش به او باور نداره اصلا. اونمون که بیادر از خطرکی که مثل که شیر ددانت میتن، امو شیر چوشک هم میخوری، امی اسلام هم مثل یک شیر چوشک از ددان ما و شما، من تا او شیر چوشک یک دو سال بعد اعلام میکنیم، این شیر چوشک تا مردن نگاه میکنیم، دیگه کدام تفاوت نداره. پیشتر خواهر ما گفت که ما با اسلام عادت داشتم، راستی هم عادت هستن. یک تلفن آخری میگیرم. روی خط هستم دوست عزیزم. سلام علیکم جناب عیار صاحب، پیغمبر محترم. از پیغمبر کنم رتبه با ما بلندتر از بخدا اینم، از شما را زیاد احترام دارم، دوست دارم. جناب عیار صاحب من یک سوال داشتم در این باره، گلفرند مثلا نمیشه که یک مسلمان گپ بزنی میگی بیادر چی کرده، میگی رفتم کلاب یا گلفرند بود یا شراب خوردم یا که گلفرند اکساسات ما تیر کردم، بازو جوابت هم میته بیادر اگه کار مادرت کنه چی یا خوارت کنه چی، یا چرا سر مادر خورد راستن توپ میکنن، این مقصد از یا چی مانا میشه میره با من تشریف بزنید. خلاص همی دوبایی که بوده که من افغان ها 20 سال که امریکا آورد پیسه برتان، میگم مولا مولایی صاحب منصب سیاست مدار همی کل از یا نمی دوبایی میرفتن. همی از 100 نفر افغانه که دوبایی رفته، از مردا 90%ش رفته در مفایش خانه های دوبایی. وا که رفتن از خود سوال کردن که اگر دخترم همیجا باشه چطور میشه، یا مادرم باشه یا خوارم باشه، نکدن هیچ وقت. بنان از خود تان باید سوال نکنن، از خود اولین کس را که سوال میکنی خودت هستی. اگر از خودی سوال نمیکنی، از مردم دیگه هم باید سوال نکنی. تشکر پیغمبر محترم، زنده باشید. دوستای گرامی سلامت باشین، از اینکه یک ساعت همراه ما بودین. ما خوشحال هستم که تانستم یک روز دیگه هم یک ساعت در خدمت شما باشم. ما نیم سال بعد برنامه دیگه شروع میشه، از پیش شما میرم. سلامت باشین، خدا.